نیویورک تایمز در گزارشی درباره هفته مدل لندن می نویسد نمایشی که حتما باید دیده می شد از طراح ترک تبار بریتانیایی خانم دیلارا فیندی کوگلو بود که مجموعی عرضه کرد با الهام از جنبش اعتراضی زنان در ایران که در آن ایده هایی درباره میل جنسی ستیز جوی زنانه و رهایی با برخی از عناصر جادوگری ترکیب شده بود. فصلنامه کلیدی کولومبیا جورنالیزم ریویو از انتشارات مدرسه عالی مطبوعات دانشگاه کولومبیای نیویورک روز چهارشنبه دیروز مقاله منتشر کرد که در آن نویسنده خانم فریبا پژوه شیوه کار روزنامه‌نگاران در شرایط سرکوب آزادی بیان در ایران را بررسی کرده. خانم پژوه با اشاره به شکوفایی بیش از 200 نشریه جدید در پیامد انقلاب سال 1357 که بعد از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری بیشتر هم شدند و بعد تعطیل فلهی آنها در اردیبهشت سال 1379 به دستور رهبر جمهوری اسلامی می نویسد تاریخ مطبوعات امروزی در ایران را نبرد میان سیاست‌های لیبرال و اختناق‌آمیز حکومت پیش می راند. مجله تخصصی ددلاین در گزارشی از جشنواره سینمایی برلین به مستندی پرداخته به نام هفت زمستان در تهران از خانم استفی نیدرزول درباره ماجرای خانم ریحانه جباری که در 19 سالگی مردی که قصد تجاوز به او را داشت به قتل رسانید و به عنوان متهم به قتل به نوشته ددلاین طی 7 سال در چرخه ویرانگر نظام فاسد قضایی جمهوری اسلامی گرفتار آمد. نویسنده ددلاین ماتیو کری فیلم هفت زمستان در تهران را نمونه دیگر از دستگاه ترساور حکومت ایران توصیف می کند و می نویسد برای نمایش همبستگی با معترضان ایران جشنواره برلین در یک اجلاس ویژه بحث سینماگران قربانی نظام‌های دین سالار را گرد هم آورده است. ددلاین می نویسد امسال جشنواره برلین اولویت خود را ایستادن در کنار معترضان شجاعی تعریف کرده است که در ایران در برابر نظامی خشونتبار و غیر دموکراتیک از خود دفاع می کنند. کانال محلی رادیو غیر انتفاعی غیر دولتی آمریکا NPR و روزنامه معتبر محلی دالاس مورنینگ نیوز روز پنجشنبه مصاحبه‌هایی منتشر کردند با هنرمند مقیم شمال تگزاس خانم زهرا جعفرپور دانشجوی دکترای دانشگاه ایالتی تگزاس که در آثار جدید میکس میدیای خود به خشونت سرکوب اعتراضات سراسری در ایران پرداخته و میگوید میخواهد صدای قربانیان باشد. کانال خبری کابلی سیتی نیوز تورانتو گزارشی تهیه کرده از چیدمان‌های 4 هنرمند ایرانی کانادایی در حمایت از اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی که تلاش‌های حقوق بشری و مبارزه‌های زنان در ایران را برجسته می‌سازد.